پس منم سلام برادر خاره عزیز، مهمونای عزیز. انتظار دارین امروز خدا در زندگیش ما کارهایی انجام بده؟ خدا رو شکر. ایمانم دارین یا؟ پس انجام خواهد شد. ما باید یاد بگیریم که هر کسی که میخواد واقعا در پیروزی خدا زندگی کنه باید طبق روش خدا انجام بده، طبق روش خدا باید قدمایی ورداره و نه فقط قدمایی ورداره بلکه همینطورم اطاعت کنه، یعنی مطیع باشه. بعضی وقت هست که روش‌های خودمون برای زندگی خودمون انتخاب میکنیم، به این خاطر بعضی وقت هست که به بنبست میخوریم یا بعضی وقت هست که دائما توی مشکلهایی قرار گرفتیم و میبینیم بعد از یه مدت اصلا مشکل حل نمیشه و مشکلم از بین نمیره. این تجربه رو داشتین؟ منم خیلی زیاد زمانی که ایمان آوردم داشتم و کلافه میشدم و فکر میکردم الان که به عیسی مسیح ایمان آوردم من این امکان رو دارم که بتونم مشکلایی که در زندگی من هست خودم حل کنم، خودم از بین ببرم. و در زمانهای اول میتونم بگم خیلی شکستهایی خوردم و این شکستها باعث میشد ناامید میشدم و این ناامیدی باعث میشد که اصلا شک میکردم الان واقعا درسته درست نیست. مثل اینکه یه هفتیری داری اینجا ور میداره، خدا میگه که الان اینطوری چود کنی دیگه اون شخص میمیره و زمانی که میکنی بعد میبینی که نه اصلا نمیمیره، اصلا بعد از این میبینی که این گلوله میگن نه اصلا توش نبود و این گلوله مثل کلام خداست. و به هر حال بعضی وقت هست که تو جاهایی قرار میگیریم در خودمون، مشکلایی در خودمون هست، چیزایی هست، وابستگی هایی هست، میخواییم آزاد بشیم، میبینیم که بعد از یه مدت این مشکلات به وجود آمدن. و من عنوان شبان خیلی برای افراد دعا کردم، آمدن روان درمانی روششون نشون دادم و دوباره رفتن، دوباره کلنجار رفتن و بعد از این دوباره آمدن دوباره شکست. و مخصوصا این سال 2020 که ما پروژه های خوبی و عالی که خداوند به ما به کلیسامون بخشیده، اگه میخوایم اینو انجام بدیم باید با روش‌های خدا آشنا بشیم و نه فقط این بلکه باید اطاعت کنیم، مطیع باشیم. اون موقع هست که خواهید دید چطور زندگی تو یا بیشتر چطور مشکلای تو یا بگم ریشه هایی یا وابستگی هایی در زندگی تو هست، چطور میتونی متوجه میشی یهو محو میشن. و زمانی که به یه جایی میرسی که واقعا یهو محو میشم و یک نگاه میکنی میبینی که گذشته چه مشکله، چه فشارهای، چه جنگهایی داشتی، الان میبینی که یه جوری آزاد شدی چون با روش خدا رفتار کردی، اونجا مطمئن هستی دیگه کار خدا بود، معجزه خدا بود. و اون موقع هست که ما شروع میکنیم پرستش کردن، میگیم خدا واقعا چه خدای عظیمی هست هستی. مخصوصا امروز هم این سرودها رو انتخاب کردم، اول پیروزی هست، خداوند که سر تو رو بلند میکنه، او سپر توست و همینطور هم خدای وفادار است، خدا تو رو هدایت میکنه، او پای تو رو قوی میکنه، یا او تو رو یاد میده که بتونی بجنگی، جنگ ایمان نه. و زمانی که در مورد شمشیر صحبت میکنیم، شمشیری این نیست که الان مثل دنیا، مثل اسلام شمشیر رو برمیداریم، شمشیر یعنی کلام خداست. این کلام خدا رو که برمیداریم و درست استفاده میگیریم، آخرش هم نتیجه رو خواهیم دید. اون موقع میبینی که تو آزاد شدی، نه به خاطر اینکه حکیم بودی، نه به خاطر اینکه قدرت داشتی، نه به خاطر اینکه مطیع بودی و اونجاست که جلال خدا رو دیدی. و مطمئن هستم امروز هم خدا، مخصوصاً هم عشام خواهیم گرفت، خدا در قسمت‌های زندگی تو نه فقط میخوام بگم عوض میکنه بلکه روش رو به شما نشون میده. بعضی هستن که امروز از عوض یعنی آزاد خواهند شد، چون زمانی که بعضی وقت متوجه شدی مثلا بعضی وقت یک مکاشفه هایی میشه، این مکاشفه تو رو آزاد میکنه چون یه فکرهایی داشتی قبل از این فکر مثل یک دامی بود و این دام عادت شده تو فکرت اونجا قرار گرفته. باز یهو خدا یک مکاشفه میده، میگه که این دام از برداشته میشه، یه طور یه آزادی به دست میاری. بعضی وقت هم هست که امروز هم روش ها رو میخوام یاد بگیریم. ما سال 2020 رو گفتم که ما یک ماموریتی برای این کشور، برای این شهرمون داریم و همینطور هم که شهرهای دیگه، کشورهای دیگه، کشور ایران هم اینطور.
مأموریتی داریم. خدا به کلیسای آلفا امگا یک وکالتی داده، یک اقتداری داده و بگه که الان شما باید برین و باید این در مورد این دو تا پاهای ما صحبت میکنیم، رحمت، خدمت رحمت و خدمت بشارت رو باید انجام بدیم. و اگه ما یاد نگرفته باشیم با روش خدا این کار رو انجام بدیم، شکست خواهیم خورد. فایده نداره اگه ما رویاهای عالی داریم، میگیم آها الان ما میخوایم یه کارهایی خدا میخواد انجام بده. فقط ما باید بیایم مطیع خدا بشیم، تو ریل خدا قرار بگیریم، اون موقع نتیجه ها رو خواهیم دید. و دومی قسمت اینه که اگه میخوایم مفید باشیم، عنوان کلیسا مفید باشیم، یعنی بتونیم واقعا اراده خدا رو انجام بدیم در بیرون از کلیسا، بتونیم کارهای خدا رو انجام بدیم، پس اول باید با خودمون شروع کنیم. اگر من میخوام در زندگی شما تغییراتی انجام بشه، اول چی باید عوض بشه؟ کی باید عوض بشه؟ من باید عوض بشم. اگر من نمیتونم الان به شما بگم الان شما باید عوض بشیم، ما باید بریم، ما باید این کار رو انجام بدیم، و خودم عوض نمیشم. مخصوصا خادمین عزیز، رهبرای بخشای الان امیدانه و جلسه خانگی و هر بخشی که اینجا هستن، که اینجا رهبر هستین، اسمتون رهبر نه فقط گذاشتیم بلکه ما شما رو هدایت کردیم که رهبر باشین. فقط زمانی که میخواین شاگردایتون عوض بشه، اول تو باید عوض بشی. اگر سلامتی و از پیروزی در زندگی شاگردانت میخوای، اول باید تو در پیروزی شرکت کنی. آمین. نسلی میگه شلوس آوز. پس اول از من شروع میشه. ماه ژانویه رو ما مخصوصا گذاشتیم برای چی؟ برای روزه و دعا، سکوت، حرکت نمی کنیم. خداوند ما فقط در حال روزه گرفتن، دعا کردن هستیم که خداوند واقعا بیا ما رو تفتیش کن، فکرهای خودت رو به ما ببخش، ما میخوام با استراتژی های توی آشنا بشیم، چی میخوای تو انجام بدی و چی میخوای در من انجام بدی، چه مشکلایی در من هست، چه غده‌هایی در من هست، چه غده‌های سرطان، خودخواه و هر چیزایی که میتونه باشه، چه چیزایی در من هست که جلوی کار تو رو میگیره. و اینجاست که تک تک شما خوانده شدین. کلیسا ما عنوان یک کلیسا وکالت رو از خداوند گرفته. فقط کلیسا یعنی کیه؟ یعنی شما هستین. من تک تنها کاری نمیتونم بکنم. هر حرکتی که به وجود میاد که برکت میاره از کلیسا باید جاری بشه. فکر نکن الان کلیسا نیستی، کلیساهایی نداری، الان میری اینجا میگی من خدا منو خوانده، من موشر هستم، میرم کارهای انجام میخوام انجام بدم، و کلیسای پشت تو نیست. کلیسا یعنی بدن مسیح. اینو میخوام به افرادی بگم که شاید از کلیسا به کلیسا همینطور میرن، یا اصلا کلیسایی ندارن، فکر میکنن خدا منو برای این چیزایی خوانده، الان من میرم کارهای خدا را میخوام انجام بدم. یخته، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. شکست به شکست به شکست که آخر یا باید توبه کنی، بازگشت کنی، برگردی بگی خدا من غلط کردم، یا کلاً مسیحیتو باید بگذاری کنار. زمانی که کشور اسرائیل رو نگاه میکنیم، میبینیم که چطور خدا خدای وعده هاست. خدا وعده داد به ابراهیم و گفته که ابراهیم از شهر تو بیرون میار، از خانواده تو بیرون میاد، من میخوام ببرم تو رو یک شهر دیگه، یک کشور دیگه، یک شهر یا سرزمین موعود، یا ارض موعود، یعنی یک مکانی هست تو فقط به وسیله وعده ها میتونی به دست بیاری. آمین. خدا نمیاره از یه جایی بگه که الان یه جایی دیگه میبرم، بلکه خدا میگه که من میخوام یک وعده هایی به تو بدم، طبق این وعده ها تو این چیزی که من برای تو آماده کردم به دست خواهی آورد. پس من چی؟ هیچی. باور کن، باور کن به وعده های من، اطاعت کن، مطیع باش، اون موقع این اتفاقات خواهد افتاد. و میبینیم که در کشور اسرائیل به هر حال خدا چطور از کنعان، از بس بیرون آورد و آورد توی بیابون. یک راهی بود که باید 11 روز می‌رفتن توی کنعان. کنعان به هر حال سرزمین موعود بود، مال خدا بود، و خدا به ابراهیم اینو وعده داده بود. و اینجا می‌بینیم که قوم اسرائیل هم به هر حال ایمان نداشتن، غر زدن، شکایت کردن. به هر حال به جای 11 روز الان
40 سال طول کشید که خدا تمام این نسل بی ایمان و نسل این تمام سلول هایی که در زندگی ما اونجا دائما نرفل میکنه، تا دائما غور میزنه، ما شکایت میکنه، تمام این چیزا باید از بین ببرن که یه نسل جدید در ما قرار بگیره که با ایمان بتونیم این سرزمین رو به دست بیارین. آمین. هستین اینجا؟ خیلی سکوتین. و اینجا میگه که در وعده میده در تثنیه باب 31 آیه 8 اینجا میگه چی؟ میگه خداوند خود پیش روی تو میرود و با تو خواهد بود و تو رو و نخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود، پس ترسان و هراسان نباش. این یه وعده ای هست که خدا کی داده؟ هنوز وارد کنعان نشدن. این خداوند به موسی داده و موسی هم الان منتقل کرده به کی؟ به یوشع. آمین. پس خدا میگه که خداوند خود پیش روی تو، من با تو خواهم رفت و همینطور هم تو رو واگذار نخواهم گذاشت و با تو خواهم بود و ترک نخواهم کرد. همه چی دیگه زیادتر میخواین؟ دیگه چه کار کنه؟ حداقل میتونی بگی منو حمل کن ببر. نه، این خدایی نداریم. پس ترسان و هراسان نباش. این وعده ای هست که خداوند به قوم اسرائیل میده یا به یوشع میده. بعد از این میبینیم که زمانی که یوشع وارد شد، وارد یعنی خدا این وعده رو الان به وسیله موسی به چیز داد، به یوشع داد. الان خود خدا اینجا میگه در یوشع باب 1 آیه 3 اینجا میگه که هر جا که کف پای شما، یا الان اسرائیل و همینطور هم به یوشع میگه، شما گزارده شود به شما داده ام. الان هنوز اونجا توی کنعان نیستم، میگه که هر جایی که یوشع و قوم اسرائیل هر جایی که پای کف تو میگذاری به تو داده ام، مال توست. نگفته که الان باید اینجا بری اونجا مالک خودت بکنی، بلکه میگه که این مثل اینکه مال منه، یا الان به تو دادم، پس هر جایی که پای تو اونجا کف پای تو بگذاری این همه چی به تو دادم. چنان که به موسی گفتم، وعده داده بود به موسی، الان به تو هم میگم. الان آیا تو رو امر نکردم؟ پس یوشع، پس قوی و دلیر باش، ما ترس هراسان ما باش، زیرا که در هر جایی که بروی یهوه خدای تو با توست. عزیزان، این وعده‌ای هست که خدا به یوشع داده. و عیسی مسیح چه کرده؟ زمانی که صعود بکنه، قبل از این صعود کنه که در تا انقضای عالم با شما خواهم بود. چرا؟ چون در دست راست پدر من اونجا نشستم، تمام قدرت و قوت در آسمون در زمین به من داده شده. به این خاطر من تا آخر نفسی که میکشی در این دنیا با تو خواهم بود، بعد از اینکه زوویزو با من هستی در ابدیت. پس این وعده ای هست. تقریبا ما میتونیم بگیم که زمانی که خداوند میگه که ببین این آلمان یا هر جایی که الان هامبورگه، همه چی مال کیه؟ مال خداست. اگه آدم و هوا گناه نمی کردن، همه چی زیر تسلط خدا بود و تسلط انسان بود. زمانی که خدا به کلیسای ما میگه که الان هر جایی که پای کفتو میذاریم اونجا، من میخوام، من به شما دادم، این مال شماست، شما باید فلحقی حکومت کنیم. این وعده ای هست که خداوند به ما داد. پس ما وارد یک سرزمینی میشیم، سرزمین موعود، سرزمینی که خدا وعده داده، وارد میشیم و اینو باید الان به دست بیاریم. و خدا مخصوصا این روش رو کرده که از طرف ما، چون ما باید با ایمان زندگی کنیم، درسته، با ایمان باید هر چیزی که خداوند برای ما آماده کرده به دست بیاره. بدون ایمان هیچ چیزی می نمیتونی به دست بیاریم. عزیزان، من 30 سال ایماندار هستم، میدونم که فقط و فقط ایمانه که منو نگه داشته، ایمان منو به این جای آورده.
و این تمام راههایی که خداوند، هر برکتی که الان هست که میتونه به دست بیارین، همه چی به وسیله ایمان. هر موقع انسان یک قدرتی میده، خدا کنار میکشه. قدرت انسان، خدا متنفر قدرت انسانه. گوش کردین؟ زمانی که من میگم من میتونم، پس خدا کنار میکشه. به این خاطر میبینیم که خدا این وعده ها رو داده و الان قوم اسرائیل خودشون باید وارد این سرزمین کنعان بشن. و الان یهو، برای هفته گذشته نسرینم موعظه کرد در مورد یادتون هست؟ در مورد زمانی که وارد شد، روبروی کی چی شد؟ اول دستوری داد که همه باید ختنه بشن. بعد از اینجا اریخا رو دیدن، یک شهری است که واقعا وحشتناک، هنوز اینطوری این شهر رو ندیده بودن. این شهر اریخا است. الان 40 سالی که بلال قوم اسرائیل توی بیابون بودن، رفته بودن شهرهایی، رفته بودن، فقط اینطوری شهر مثل یه قلعه‌ای که دیواراش بلندیش 14 متر، یا و همینطور هم دو تا اینجا میبینی که دو تا دیوار، این اصلشه ها، این فقط نقشه نیست، این واقعا اصل اینطوری بود، دو تا دیوارهایی بودن و پهن این دیوارها 12 متر بود. تقریبا 2500 نفر اونجا دیگه قایم شده بودن، چون شنیده بودن، از اسرائیل شنیده بودن. اسرائیل از زمانی که از این دریای سرخ اونجا بیرون آمده، یعنی از مصر بیرون آمده بودن، شروع کردن به ترسیدن از این قوم. 40 سال میدونستن، از قوم اسرائیل اطلاع داشتن، یعنی از خدایی که پشت اسرائیل بود اطلاع داشتن. به این خاطری که همه اونجا قایم شدن و تمام درها رو بسته بودن، میترسیدن، نه از اسرائیل، بلکه از خدایی که پشت اسرائیل بود، که برای او غیر ممکن، هیچ چیزی غیر ممکن نیست. بعد از این و تمام این 2500 نفر تقریبا مسلح بودن. پس اولین چیزی که به هر حال می‌بینیم که هفته گذشته نسل اینجا موعظه کرد، این بود که اولین چیزی که الان اونجا روبرو شدن این فرشته خدا بود. و اونجا فرشته خدا زمانی که یوشع او رو دید، گفته تو مالک با ما هستی و یا ضد ما هستی. این موعظه رو که دیروز هفته گذشته نسل کرد، گفته ببین، ضد به هیچ کسی نیستم، من آمدم اراده خدا رو انجام بدم. یا من آمدم اراده خدا، اراده خدا اینه که این سرزمین رو باید تسلط داشته باشین، برای این من آمدم. بعد از اینکه چیزی که الان یوشع کرد، همینطور دیدین که افتاد روی زمین و مخصوصا گفته این زمینی که تو اینجا قرار گرفتی، این زمین زمان مقدسی است. و اون موقع بلافاصله افتاد روی زمین. تقریبا میبینین که 40 سال پیش اتفاقی افتاده با موسی، زمانی که همینطور هم این جلوی بت آتش اینجا ایستاده بود، میگه که جای کفشت و درار جای مقدسه. بعد از این چیز موسی شروع کرد بس کردن، آها چرا من نمیخوام برم، که کسی دیگه بگه من زبان نمیدونم، اینو نمیدونم، اونو نمیدونم. و اینجا میبینین که یوشع رفتارش فرق میکرد. اینجا بلافاصله افتاد روی زمین، چون میدونست وعده خدا رو میدونست، این سرزمین مال خداست، فقط و فقط به وسیله این فروتن شدن، له شدن یا خورد شدن ما میتونیم این سرزمین رو به دست بیاریم. آمین. و بعد از این زمانی که این حرف رو زد، ببینیم بعد از این بلا فاصله زمانی که ما جلوی خداوند فروتن میدیم، این روش ها رو میخوام نشون بدم، زمانی که ما فروتن میشیم و میدونیم که جایگاهی که ما قرار گرفتیم، عزیزان، کلیسا جای مقدسیه، جایی نیست که ما بیایم اینجا بازی کنیم، جایی نیست که اینجا بیایم گناه رو تو بیاریم اینجا، یه جایی هست که از گناه میتونیم آزاد بشیم، یه جایی هست که خدا میتونه تو رو آزاد کنه، و جای مقدسیه، بدن مسیحه. آمین. به این خاطر زمانیم که میایم کلیسا، با چه حالی میایم، با چه روشی میایم تو کلیسا، نمیخوام الان برم تو، فقط تو باید نگاه کنی که زمانی که میای کلیسا، آیا واقعا میدونی جای مقدسی میایی؟
چشمات، فکرت، قلبت کجاست، چطوره؟ و اینجاست که زمانی که خودش فروتن شد، اون موقع هست، اون موقع خدا به یوشع این وعده رو میده و میگه که هلو، میتونه یه کسی کمک کنه؟ و اینجا میگه که یوشع باب 6 آیه 1 و 2، و یریحا به سبب بنی اسرائیل سخت بسته شد به طوری که کسی به آن رفت و آمدنی کرده، و یهوه به یوشع گفت. الان دستور، الان استراتژی خدا آمده. بنگر، من یریحا با پادشاه و ملکش و دلاورانش را به دست تو تسلیم کردم. این دوباره یک وعده دیگه هست، این مال توست. اینجاست که زمانی که ما جلوی خداوند فروتن میشیم، اونجا خدا شروع میکنه به صحبت کردن. و بعد از اینم که میبینید در آیه 3 تا ساعت 5 اینجا، پس میتونی نسلی میتونی یا نه کلالجی چی؟ آها، اینو بردار، خیلی طولانیه. پس شما یعنی همه مردان جنگی شهر رو طواف کنید و یک مرتبه دور شهر بگردید و 6 روز چنین کن، و 7 کاهن پیش تابوت 7 کرنای یوبیل بردارند و در روز هفتم شهر را 7 مرتبه طواف کنید و کاهنان کرنه ها را بنوازند و چون بوق یوبیل کشیده شود و شما آواز کرنا را بشنوید، تمامی قوم به آواز بلند صدا کنند و حصار شهر به زمین خواهد افتاد و هر کس از قوم پیش روی خود برآید. پس یوشع بن نون کاهنان را خوانده به ایشان گفت: تابوت عهد را بردارید و 7 کاهن 7 کرنای یوبیل را پیش تابوت خداوند بردارند. و به قوم گفتند: پیش بروید و شهر را طواف کنید و مردان مسلح پیش تابوت خداوند بروند. آمین. الان یک استراتژی هست که خداوند به یوشع میبخشه، نه؟ اینجا تو این عکس نگاه میکنیم، اینجا میبینیم که اونجا شهر یریحاست و تمام قوم اسرائیل اینجا که اونجا حرکت میکنن. پس اول کیا بودن؟ مردان مسلح بودن، اول می رفتن. دومین 7 کاهن با 7 کرنه یوبیل، بعد از این کاهنان با تابوت عهد، و بعد از این بقیه لشکرها و قوم اسرائیل بودن. یعنی یک نظمی بود اونجا قرار گرفته بود. طبق این نظم زمانی که خدا صحبت میکنه بگه اینطوری باید یریحا رو به دست بیارین، این یریحا رو به دست تو دادم، پادشاهان به دست تو دادم، تمام مشکلات زندگی تو رو، هر چیزایی که الان هست درگیر هستی، همه چی رو به دست تو دادم، تو میتونی غلبه بیابی، اما الان باید طبق رفتار من، طبق استراتژی که من به تو میدم باید عمل کنی. اینجا میبینی که 7 نشانه چیه؟ پادشاهی خداست، همینطور هم کاملیت هم هست، برکته. و میگه 7 کاهن، 7 کرنه، 7 روز باید دور یریحا بچرخن و همینطور هم روز آخر هم 7 بار دوباره بچرخن. یک استراتژی. بعد از این میگه زمانی که این کارو کردی دیوارا دیگه فرو خواهن ریخت. اونجا کار ما چیه؟ چه کاری کردیم که این دیوارا فرو بریزن، این 14 متر؟ هیچ کاری نکردیم، این کار خداست که انجام میده. بعد اینجا میگه که به هر حال در اینطوری عمل کن و مخصوصا خود حضور خداوند، این عهد تابوت در وسط قرار گرفته. آمین. اگر در زندگی تو عزیزان میخوایی در پیروزی زندگی کنی، اگر تو این روشی که خداوند میگه که الان 4 تا قسمت های اینجا هست، یا الان جا حضور خود، اگر تو اونجا در اونجا قرار نگیری پیروزی تجربه نخواهی کرد. بیرون از کلیسا
نمیتونی در پیروزی زندگی کنی. پیروزی در کلیساست، چه اونجا حضور خداست. الان تو میتونی بگی یا خب منم تو خونه هستم، حضور خداست، درسته، حضور خدا هم اونجا هم هست با تو که میتونی با اون ملاقات رو میتونی دعا کنی. فقط پیروزی اصلیه که میتونی به دست بیاری در کلیساست. این قوم اسرائیل بود، همه مطیع هم در این روشی که خداوند به ایشان داده بود. یا و میگه که اول همون سربازایی بودن که همون مردان مسلم، یا نه قبل از این، نه یه دونه عقب، یا 7 کاهن با 7 کرنه. چقدر مهمه که کرنه ها اینجا، یعنی کرنه ها بیشتر چیز بودن، شاخ از این شاخ قوچ ساخته شدن. تو عکس بعدی اینجا میبینیم که اینجا این افراد همینطور میرفتن 7 یک بار در دور عریخا، همینطور فقط چی میگن؟ فوت میگن؟ کرنا می نواختن. یا اینه که نگاه میکنین. و جالبش اینجاست که زمانی که یوشع این پیام رو از خدا گرفت، بعد از این میبینیم که در قسمت بعدی که از آیه 6 و 7 رو اینجا میخونیم، پس یوشع بن نون کاهنان را خوانده به ایشان گفت تابوت عهد را بردارید و 7 کاهن 7 کرنای یوبیل را پیش تابوت خداوند بردارند. و به قوم گفتند پیش بروید و شهر را طواف کنید و مردان مسلح پیش تابوت خداوند بروند. و یوشع قوم را امر فرمود و گفت صدا نزنید و آواز شما شنیده نشود، بلکه سخنی از دهان شما بیرون نیاید تا روزی که به شما بگویم که صدا کنید، آن وقت صدا زنید. آمین. پس اینجا یک چیزی دیگه هم اضافه میشه و میگه که زمانی که این قوم اسرائیل دور عریخا نگاه کن، مثل واقعا یک مشکل عظیمی بزرگی که تو نمیتونی حل کنی در زندگی تو. هامبورگ رو که نگاه میکنی با تمام این سیاستش، با تمام، ما واقعا جلوی هامبورگ مورچه هستیم، کوچکتر از مورچه هستیم، نمیتونیم یه چیز رو حل کنیم، یه کاری نمیتونیم انجام بدیم. یک عریخایی در زندگی ما وجود داره، در زندگی شخصی ما وجود داره، یه عریخایی بیرون از ما وجود داره. و اینجا در این قسمتی که صحبت میکنه میگه که به قوم اسرائیل میگه که ببین حرف نزنید، سکوت. الان تصور کنید صبح بیدار میشن تمام قوم، با ایرانی ها خیلی سخت این کار کردن، سکوت مطلق، تنها یک صدایی هست، این صدای این کرنه ها. و تقریبا شهر عریخا هم خیلی بزرگ نبود، تقریبا 1 ساعت راه بود. الان یواش یواش که می رفتن شاید 1 ساعت و نیم، زیاد نبود. بعد اون تصور کنین همینطور که میرن اونجا باید سکوت کنن، سکوت مطلق، هیچ کسی حرف نزنه، فقط چیزی باید شنیده بشه، صداهای کرنا. بعد اون افراد از اینجا همینطور دور این شهر هم همینطور باید می چرخیدن، شاید اونجا سربازایی توی این چیز بودن، توی این عریخا بودن، نگاه میکردن، همینطور میگفتن این احمقا چی کاری میکنن، ای تو چی میکنی، شما چی میکنین، شروع میکنین من مسخره کردن. شاید فقط اونا، خدا گفته که دهنتون ببندین، حرفی نزنین. یعنی در قسمت هایی هست زمانی که ما روبروی مشکلای زندگی خودمون میشیم، معمولا ما شروع میکنیم 2 برابر 3 برابر حرف زدن.
ما شروع میکنیم بتونیم مشکل رو چطور میتونیم حل کنیم. دائما میدونیم برای من دعا کن، کی میتونه منو کمک کنه. دائما در حال این هستیم، تو فکرها میاد، شروع میکنیم به غر زدن، شکایت کردن، کجا هستی، چرا نیومدی، کجا خدایی هستی. فعالتر میشیم، نه؟ صبر نداریم. و خدا اینجا میگه که ببین یک روش رو میخوام به شما نشون بده. کلیسای آلفا اومگا، مشکلی میاد، یک مشکلی گنده هست که تو نمیتونی حل کنی، سکوت کن، کاری نمیتونی انجام بدی. مزمور 46 میگه که خداوند ملجا و قوت من، مددکاری در تنگی ها به فراوان یا فوراً یافت میشه. خدا در میان منه، میان قوم خودشه. بعد از این میگه آیه 11، بازیستید و بدانید که من خدا هستم. یعنی سکوت کن، بشین، نگاه کن، نگاه کن نجات من. تو هیچ کاری هست، هیچ چیزی نمیتونی انجام بدی که آزادی به دست بیاری. اگه گره هایی در زندگی تو هست، اگه وابستگی هایی در زندگی تو هست، اگه چیزایی هست که سالها سعی میکنی آزاد بشی، نمیشی، چون با قدرت خودت میخوای خودت رو عوض کنی. خودت رو میخوای یه چیزی که خدا ورداشته یا حل کرده، میخوای خودت حل کنی که ورداری. میگم عزیزان، من این تجربه تلخی رو من داشتم سالها. فقط اصلا ما رو ضعیف میکنه، شادی رو از ما میدزده. و باید بعد از این هم میگیم فکرهایم که وضوع اوتوماتیک هم میاد میگه ببین به تو هنوزم آزاد نشدی، 2 سال دعا کرد آزادم نشدی. ببین اینطوری اصلا فایده هم نداره، احتیاجم نیست دعا کنه، احتیاجم چیز نکنه. چی میشیم؟ برای دهنمون میبندیم، اون موقع میگیم که دیگه فایده نداره. یک تجربه تلخی، تجربه بعد منتقل میشه، عادت میشه، دیگه نمیشه. عریقا نمیتونیم تسلط پیدا کنیم، عریقا خیلی بزرگه. من سعی کردم، 3 سال سعی کردم، نشد. و زمانی که به عادت میشه دیگه تمام شد، دیگه آزاد نخواهی شد، جز از این که خدا دوباره یک امیدی به تو بده. میتونم، شاید میتونم، شاید اشتباه کردم، امیدوارستم امروز این روزی باشه برای شما. میشه. و خداوند گفته که در این قسمت سکوت کن. هر مشکلی که تو میتونی حل کنی عزیزان، خدا دخالت نمی کنه. گوش کردیم؟ خدا فقط مشکلایی که تو نمیتونی شروع میکنه انجام دادن. کسی هست میتونه بگه آمین؟ آمین. پس روش ها رو ما باید یاد بگیریم که بتونیم آزاد بشیم. و الان میبینیم که زمانی که این روش رو کردن و همینطور هم رفتن، اینجا میبینیم که در باب 6 آیه 6 که میگه که و چنین شد در مرتبه 7 چون کاهنان کرنه ها را نواختند که یوشع به قوم گفت صدا زنید زیرا خداوند شهر را به شما داده است. یا زمانی که همینطور روز آخر بود، اون موقع دیگه خدا گفت که زو الان این کرانه هایی که در دست کاهنان بود که چیز کردن، همینطور می نواختن، و الان یوشع گفت الان میتونی این کار رو انجام بدیم. زمانی که این کار رو کردن، اینجا نگاه میکنین، جالبش اینه که این دیوارهایی که نگاه میکنین 14 متره از بیرون، از داخل شکست خوردن، مثل اینکه فرشته های خدا در اون شهر بودن که اینو از درون خراب کردن. یعنی دیوارها اینطوری به هم نریختن، به بیرون اینجا چی شدن. و
در دوم قرنتیان باب 1 آیه 4 می نوشته زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام غله ها انهدام غله های عریخا میتونی بگی یا که خیالات ها خیالات و هر بلندی را به خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکر را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. جنگ ما با خون و جسم نیست، یا این تمام فکرها، تمام روشهایی که در ما قرار گرفته عزیزان، اینا هستن که خداوند میگه که جنگ ما جسمانی نیست. ما جسمانی چی میشه؟ با ایمان میجنگیم و تمام دروغها و هر چیزی که تو رو وابسته کرده فرو میریزیم، خراب میکنیم این دیوارای عریخا رو با ایمان تو. و همینطور هم یک پیروزی که عریخا به قوم اسرائیل به دست آورد، یعنی دو تا چیزایی بودن، یک حضور خدا، عهد تابوت، و دوم چی بود؟ گفته سکوت کنیم، حضور خدا با ماست. و چی کاری باید سی میکردن؟ چی؟ میرفتن دیگه. چه کاری دیگه میکردن؟ امروز صبح خوب چیز کردم. این صداها بود. چه ربطی به الان، چه سمبولی هست برای ما؟ پیروزی اسرائیل صدای کاهنان بود که با این ترانه می‌زدن و همینطور عهد تابوت، تابوت عهد و سکوت قوم. اگر قوم سکوت نمی‌کرد پیروز نمی‌شدن. سه تا چیزایی بودن. الان برای ما چه کار کنیم؟ از صبح تا شب بریم اینو بخریم بود کنیم، بریم تو هامبورگ اینو باید بیشتر یاد بگیرم. امروز صبح خیلی خوب بود، نسیم سردرد گرفت. خب الان میخوام بپرسم این شاخ چطور ساخته میشه؟ آیا ساخته میشه؟ نه، این شاخ قوچه. یک شاخ میتونه فقط ساخته بشه زمانی یک قوچ میمیره، درسته؟ یادتون هست زمانی که ابراهیم آمد و اسحاق رو میخواست قربانی کنه و خداوند گفته که نه، ایمان تو رو دیدم، تو میدونم که تو واقعا هر کاری به تو میگم انجام میدی چون اعتماد به من داری. و بعد از این چی رو دید؟ یه قوچ رو دید که این قوچ سمبل عیسی مسیحه. تا قوچ و قوچ نره، یعنی ماده نیست، نره، زمانی که این قوچ بمیره اون موقع میتونه صدای پیروزی به وجود بیاد. این نشانه عزیزان، نشانه پیروزی عیسی روی صلیب، مرگ و قیامتشه. زمانی که ما جمع میشیم اینجا و شروع میکنیم پرستش کردن، شروع میکنیم صلیب عیسی مسیح رو، پیروزی عیسی مسیح رو بلند کردن، کاری که عیسی مسیح روی صلیب 2000 سال پیش انجام داد، زمانی که اینو بلند میکنیم نام رو، تقریبا مثل این که اینجا شروع میکنیم به نواختن این
کرنه، جایی که پیروزی عیسی رو اعلام نمی کنیم، مرگ و قیامت او رو اعلام نمی کنیم، اینجا حضور عیسی مسیح اینجا مثل که نیست. با این نوازنده یا با این اعلام کردن، با این صدا، این صدای مرگ عیسی مسیحه و کار صلیب عیسی مسیحه، با این اعلام میکنیم و اونجاست که خدا حضور داره. الان که ما عشا برمیداریم، برای چطور برمیداریم؟ میگیم که به چه دلیلی برمیداریم؟ خدا چی گفته؟ گفته که هر موقعی که این نان منو میخورین و مینوشین خون رو، به یادگاری اعلام میکنی مرگ و آمدن منو. عزیزان، چیزایی هست که منم یاد گرفتم که زمانی که میایم اینجا عشا برمیداریم، فعل حقی ما یه چیزی رو اعلام میکنیم، چون گفته که زمانی که میخورین اعلام میکنیم مرگ من و به زودی هم خواهم آمد. پیروزی خدا رو اینجا اعلام میکنیم. قوم اسرائیل فقط میتونستن پیروز بشن زمانی که واقعا شروع میکردن اول همین قانونی که الان ربطی به ما داره، اون موقع همه چی سمبول بود، الان هر جایی که ما شروع میکنیم مرگ عیسی مسیح، کار بزرگ عیسی مسیح روی صلیب اعلام بکنیم، مرگ و قیامتش و انتهای صعود عیسی مسیح که عیسی روی تخت نشسته و حکومت میکنه، اینجاست پیروزی شروع میشه. به اضافه که حضور خدا با ماست و به اضافه که سکوت کنیم، صبر کنیم، کار خدا را این دیوارهای زندگی خودت رو شکست بخوره. نمیدونم متوجه شدین یا زبان ما واقعا خیلی ضعیفه. از آن زمانی که روبروی مشکل میشیم این عریخاست، و زمانی که واقعا به بنبست میرسی دیگه هیچ حرفی نداری، عریخاست. زمانی که ناامید بشی از این مشکل، عریخاست. نگران نباش، هراسان نباش، خداوند میگه من با تو هستم. سکوت کن، پیروزی من رو اعلام کن، دور این مشکل بچرخ، اعلام کن پیروزی من، اعلام کن صلیب من، اعلام کن مرگ و قیامت من اون موقع هست آزاد میکنم. دور عریخا رو نمیچرخی بگی میشه بزرگه چی کن میرم، نه، نگاه کن میگی که ای دیوار، تو هیچ چیزی نیستی علیه عیسی مسیح که روی صلیب اونجا مرده و قیام کرده. این دیوارا باید فرو ریخته بشن. یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار، 20 بار، برو و اعلام کن، برو و اعلام کن، قاهرید یهو ریخته میشه. به این خاطر آخر میبینی که آزاد شدم. کی آزاد کرده؟ نمیدونم، فقط مرگ عیسی مسیح. حکمتم به پایان رسید، قدرتم به پایان رسید، هیچ چیزی نداشتم، فقط میدونستم در جای مقدسی من ایستادم، در مسیح مقدس هستم، خودم رو نگه داشتم، فقط و فقط اعلام کردم پیروزی عیسی مسیح. من چقدر من مشکل داشتم که نمیتونستم عوض بشم، و زمانی که خدا روش ها رو نشون داد، آروم میشی، میشینی و منتظر اون هستی. منظور میشینی منظور نیست که نگاه میکنی چقدر اعلام کردن پیروزی عیسی مسیحه. به زمان یونان این میشه شافور. اینو میدونی کی استفاده میکردن؟ در زمان سال یوبیل، جایی که آزادی قوم اسرائیل بود. این نشانه آزادیه. همینطور هم توی یوشنا، چی بود اسمش؟ سال نو رو همین اونجا هم همینطور اعلام میکردن که وارد یه سال نو میشدن. همینطور هم الان یادم نیست، نه یونکیپور همون چیزه، فزونوکس هاگه، همون یوبیله.
تا زمانی که اینو استفاده میکردن، پیروزی رو استفاده میکردن. و الان ما احتیاج به این چیز نداریم. فقط ما زمانی که ما به عیسی مسیح و به کار صلیبش ایمان آورده و میدونیم که تنها صلیبه و کار عیسی مسیح که روی صلیب میتونه تو رو آزاد کنه از همه وابستگی ها. و اینجاست که بعضی وقت هست که ما باید صبر کنیم، منتظر باشیم، سکوت کن، شاد باش، نجات تو، آزادی تو نزدیک شده است. اینجاست که بیشتر ما شروع میکنیم فعالیت کردن. و مشکل های زیادی هست، افرادی هستن واقعا مشکل های اونقدر درگیر مشکل های دنیا هستیم و مخصوصا شهوت ها، سکس، پورنوگرافی، یه چیزی هست که این یک عریخ هاست که نمیخواد از دست بده. این عریخ ها میخواد تو رو نگه داره. فقط خدا میگه که این سرزمین مال توست، برو وردار، سکوت کن. من هر کاری که باید سی انجام میشد که تو آزاد بشی روی صلیب 2000 سال پیش کردم برای تو. فقط الان منتظر باش، پیروزی منو اعلام کن، پیروزی منو اعلام کن، پیروزی من. و هراسان نباش، نترس، پیس اعلام کن و اعلام کن. حالا چطوره؟ خیلی مشکلایی هست، فشارهایی هست، این هستن. فقط خدا رو شکر، عیسی مسیح، صلیب او قدرت منه، صلیب او پیروزی منه. این اعلامی هست. زمانی که ما میریم توی دنیا اونجا میخوایم بشارت بدیم، چی میخوایم بشارت بدیم؟ عیسی مسیح آمده یکم منو عوض کرد، آزاد کرده. نه، اونجا میخوایم نام عیسی مسیح رو اونجا بلند کنیم، بین امت ها میخوایم نام او رو بلند کنیم. چطور بلند کنیم؟ به کاری که روی صلیب انجام داده، به آزادی هایی که ما به دست بیاریم. من چطور میتونم برم اینجا شهادت بدم که عیسی مسیح تو رو میتونه عوض کنه، آزاد کنه، و خودم میگم آخ من که اصلا من چیز نشده، اصلا ناامید شدم، آزاد نیستم از اینم، این درگیر داره، اونجا درگیر، اونجا درگیر، اینجا ناامیدی. فقط تو میتونی، مشکلایی میتونی داشته باشه و میگه که مشکلایی هنوز در من هست و مرسی کاری نمیکنم، سکوت میکنم، منتظر این دست خداست که منو کلن آزاد کنه. عریخا عزیزان، دیوارای عریخا خراب شد به خاطر اینکه خدا خرابش کرد، نه تو. و این خراب کردن عیسی مسیح روی صلیب بودی، اونجا خدا همه چی رو تکمیل کرده. الان نمیدونم چه مشکلایی، چه قسمت هایی در زندگیش که واقعا درگیر هستین، یا میگم دنبال جلال خودتون هستین، هنوز هویت خودتو پیدا نکردی، سعی میکنی از خود چی میگن، خود مطرح کردن، میخوای جو خودتون جو توجه کنین، یا خیلی چیزهایی در زندگی ما میتونه باشه. همینطور که گفتم مشکل سکس در این قرن 21 واقعا شهوت و سکس خیلی قویه از طریق تلویزیون. همینطور هم میتونه باشه مشکلای مالی، دوستی به پول. افرادی هستن که مشکلشون خشمه. خشم یک نوع عریخاست. و افرادی بودن که آمدن من میخوام از این خشم آزاد بشم، چه کاری باید بکنم؟ کاری نمیتونی بکنی. بچرخ اعلام کن. بعد از 6 ماه شاید یکم کمتر شده، خدا رو شکر ادامه بده. بچرخ اعلام کن، مرسی عیسی جان، مرسی، پیروزی تو اعلام میکنم، صلیب تو رو بلند میکنم، صلیب تو رو بلند میکنم. یهو میبینی که یک روزی خدا تو رو یه جایی میبره، یک کسی میاد یه سیخونک میزنه، یهو میبینی که خیلی راحت جواب دادی. بس میگه ای من اینطوری نبودم، معمولا خفش میکردم، الان نیستم. خدا عریخا رو از بین برد و تو اون موقع میگی که وای مرسی خداوند، چه کاری عظیمی کردی. و خیلی چیزایی در ما هست. ما این ماه گذاشتیم، ماه روزه و دعا، تفتیش قلب‌های خودمون، ببینیم که
چیزایی قایم شده در زندگی ما، چه چیزایی هست که مثل عنکبوت ها، مثل مارمولک ها در زندگی ما کار میکنن. زمانی که میرم به حضور خداوند، خداوند این مارمولک ها یا این عقرب ها رو در زندگی من که منو میکشه از بین میبره نشون میده. و زمانی که خدا نشون میده، نه تو رو بترسونه، بلکه بگه که این یک عریقه است، من مشکل حل کردم، الان برو دورش بچرخ و شروع کرد اعلام کردن. گوش کردین؟ تقریبا مثل عنکبوت. عنکبوت میره اونجا همه چی رو درست میکنه، متوجه است. فقط یک مثال چیز درست نیست، فقط میخوام بگم که دور مشکل چرخیدن، غم شدن، ناراحت شدن اشتباه است. دور مشکل خودت بچرخ، اعلام پیروزی رو کن در هر قسمت های زندگی خودت، در هر فشارها. خود دلسوزی یک واقعا یک قله خیلی قوی هست که فقط تو دور خودت میچرخی. رفتی خودت تو عریخا میچرخی و خدا میگه که این خود دلسوزی تو رو میکشه، از بین میبره، همه چی رو میدزده. خیلی چیزایی هست، الان نمیخوام در مورد این قسمت ها صحبت کنیم دیگه، چه مشکلی هست اینجا دیگه، خودتون مسئول هستیم. برین از حضور خود، در حضور خدا، خیلی خدا به ما به تک تک ما نشون خواهد داد عیب های ما کجا هستن، چه چیزایی هست که باید در زندگی ما عوض بشه. فقط امروز خدا به ما روش رو نشون داد، همینطور خدا اون موقع به یوشع نشون داد، گفته که اول چی بود، قسمت اول کیا بودن؟ یا مردان مسلح بودن، بعد از این اعلام مرگ عیسی مسیح، یا پشت تابوت عهد، بعد از این سربازای دیگه، قوم، یا قوم خدا. اینو خداوند به یوشع نشون داد، به اضافه سکوت، باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. و در این قسمت هم که همینطور که نوشتیم، یعنی تو افسوسیان باب 6 آیه 12 13 میگه که زیرا که ما رو کشته گرفتن با خون و جسم نیستیم، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوچ های روحانی شرارت در جاهای آسمان. لحظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورید، بتونید بایستید. جنگ ما عزیزان با خون و جسم نیست. زمانی که ما میخواییم امان یک کلیسا وارد دنیا بشیم و بتونیم کار اجتماعی رو انجام بدیم و بشارت رو بدیم، یه چیزی هست که واقعا و واقعا احتیاج به این حضور خداست، احتیاج به این چیز هست که بدونیم که ما با انسان نمی جنگیم. یا ما میخواییم بریم انسان رو نجات بدیم، ما میخواییم بریم انسان رو محبت خدا رو برسونیم. به این خاطر قبل از این کار رو بتونیم انجام بدیم، باید اول در پیروزی خودمون، زندگی خودمون زندگی کنیم. ما اول باید روش رو یاد بگیریم، چطور میتونم عریقهای زندگی خودم رو نابود کنم. و مطمئن هستم عزیزان، اگر این روش رو یاد بگیرین، خواهید دید که شادی شما، آرامش شما خیلی قوی تر خواهد شد. در ناامیدی میتونم بگم، یا ناامیدی نمیشه، اینم نمیشه گفت، فقط در این تمام مشکلات واقعا فقط میتونین بیشتر و بیشتر، مطمئنم هستم چون این تجربه رو کردم، بیشتر در مخصوصا در زمانهای سخت و زمانی که درگیری میتونین خدا رو بیشتر بپرستین. چون روش پرستش خداست، روش اعلام کردن پیروزی عیسی مسیح روی صلیبه. این قدرت ماست و این کاری هست که شیطان سعی کرده اینقدر چیز کنه، چی میگن، اونقدر ارزشش کم کنه که ما فراموش میکنیم در مشکلات پرستش کنیم، بلکه در مشکلات به خودمون نگاه میکنیم و سعی میکنیم از جاهای دیگه کمک به دست بیاریم.